درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. ایران میگوید تنبیه اسرائیل قاطع و بلا منازع خواهد بود. پزشکیان دو متهم اقتصادی را به عنوان معاونان خود معرفی کرد. 13 زندانی عقیدتی در زندان شیبان اهواز از رسیدگی پزشکی محروم هستند. وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه به وزرای خارجه گروه 7 اطلاع داد که حکومت ایران و حزب الله لبنان ممکن است ظرف 24 ساعت آینده به اسرائیل حمله کنند. ارتش اسرائیل از کشته شدن وزیر اقتصاد حماس در غزه خبر داد. شیخ حسین نخست وزیر بنگلادش بعد از 15 سال حکومت از مقام خود استعفا داد و از کشور گریخت. نیکولاس مادورو میگوید متعهد شده است که بنای مخالفان حکومتش را پودر کند. و در پی نگرانی از بروز رکود در اقتصاد آمریکا، بازارهای بورس اصلی در سراسر جهان سقوطی قابل توجه را در ارزش سهام تجربه کردند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 5 آگوست 2024 میلادی برابر است با 15 مرداد سال 1403 خورشیدی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 15 مرداد در گفتگو با خبرنگاران گفت ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست، اما در مسیر تحکیم ثبات در منطقه اقدام به تنبیه متجاوز می کند و اسرائیل به دلیل دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه باید تنبیه شود. تأکید این مقام جمهوری اسلامی بر لزوم مجازات اسرائیل بعد از آن رسانه‌ای می شود که روزنامه وال استریت جورنال بامداد دوشنبه در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که ایران تلاش ایالات متحده و کشورهای عربی را برای تعدیل واکنش به ترور اسماعیل هنیه رد کرده است. کنعانی با ادعای اینکه اسرائیل بدون هماهنگی آمریکا دست به اقدامات ماجراجویانه نمی‌زند، گفت که جهان باید این جنایت را قویاً محکوم و از تنبیه متجاوز حمایت کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حق ایران برای دفاع از امنیت ملی و حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود را قاطع و بلا منازع و بلا تشکیک دانست. هیئت بلند پایه به ریاست سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه وارد تهران شد. به گفته شورای امنیت ملی ایران، سرگئی شویگو با مقامات ارشد از جمله مسعود پزشکیان دیدار می کند. ایران می گوید این مقام عالی امنیتی را برای بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه به تهران دعوت کرده است. روسیه دو هفته گذشته گفت که توافقنامه جامعه همکاری با ایران آماده امضا شده است. انتظار می رود که در اجلاس کشورهای بریکس که در ماه اکتبر در روسیه برگزار می شود، مسعود پزشکیان این توافقنامه را از طرف ایران امضا کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه کار تشکیل دولت خود چند انتصاب تازه انجام داد و جمله حمید پور محمدی را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد که نام او در یک پرونده اقتصادی به میان آمده و مدتی هم بازداشت شده بود. مسعود پزشکیان که هنوز کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده، روز یک شنبه 14 مرداد علی طیب نیا را به عنوان مشاور عالی و شهرام دبیری را به عنوان معاون امور مجلس انتخاب کرد. خبرگزاری ایرنا در خرداد ماه سال 1399 گزارش داده بود که آقای دبیری به اتهام فساد مالی در مقام رئیس شورای شهر تبریز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است. رسانه‌های ایران بعداً گزارش دادند که او از این اتهام تبرئه و حتی صلاحیتش برای دوره ششم انتخابات شوراها تایید شد. اما پرسر و صدا ترین انتصاب رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه معرفی حمید پور محمدی به عنوان معاون پزشکیان و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که نام او در اوایل آبان سال 1390 در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد و برای مدتی هم بازداشت شد، اما بعد در اواخر آذر ماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
در این پرونده نام 7 بانک و چند مقام دولتی از جمله آقای پور محمدی به میان آمد و جنجال زیادی در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد. در جریان رسیدگی به این اختلاس، مهاپرید خسروی سهامدار اصلی بانک آریا به عنوان متهم اصلی پرونده اعدام شد. جمیله علم‌الهدا همسر ابراهیم رئیسی با حکم محمد مخبر عضو هیئت امنای سازمان ملی سنجش شد. این انتصاب واکنش‌های نگران کننده دانشجویان و دانش آموزان را به دلیل غیر تخصصی بودن این انتصاب برانگیخته است. به گزارش روزنامه هم‌میهن، در اقدامی تازه رضا مراد‌صحرایی وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی و جمیله علم‌الهدا از سوی محمد مخبر به عنوان اعضای متخصص و صاحب نظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیئت امنای سازمان ملی سنجش به مدت 4 سال منصوب شدند. این روزنامه در اعتراض به این انتصابات، آن را غیر قانونی و انتصابات عجولانه محمد مخبر در آخرین روزهای کار خود به عنوان معاون ابراهیم رئیسی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست. 13 زندانی عقیدتی محبوس در بند 8 زندان شیبان اهواز با وجود حال نامساعد جسمانی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محرومند. این زندانیان از مشکلات متعددی از جمله بیماری‌های قلبی، دیابت، دیسک کمر، درد زانو و تومور در نواحی سر، شکم و سینه رنج می‌برند. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنها به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است. در ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب به شهروندان در ایران، شبکه شرق در گزارشی از اجرای طرح توبا با هدف ترویج و تبلیغ حجاب اجباری در کشور خبر داد و نوشت که این طرح تا 3 مرحله برگزار می‌شود و در مرحله سوم آن 1500 مبلغ فرهنگ، عفاف و حجاب و زیست عفیفانه آموزش می‌بینند. شرق در گزارش خود نوشت که به نظر می رسد هدف نهایی این طرح کادرسازی و برای اجرای امر به معروف در حوزه حجاب است. محمد حسین‌زاده، مدیر کل ارشاد خراسان رضوی، در گفتگو با شرق در این باره گفت هدف ما ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی است که حجاب هم یکی از مصادیق آن است، اما اطلاعی در مورد اینکه آیا بعد از طی این دوره به افراد مجوز امر به معروف یا حضور در طرح نور داده می شود یا نه ندارم. مرز دوقارون به دلیل آتش‌سوزی گسترده ناشی از تانکرهای سوخت در این منطقه ویژه اقتصادی تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد، ساعت 13:48 دقیقه ظهر امروز دوشنبه 15 مرداد 3 تانکر ایرانی حامل سوخت و 1 تانکر افغانستانی حامل سوخت به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در منطقه ویژه اقتصادی دوقارون دچار حریق شدند. به گفته محمد رضا رضایی، به منظور جلوگیری از سرایت آتش به سایر نقاط، گمرک، منطقه ویژه اقتصادی دوقارون، بازارچه مرزی و ناوگان حمل و نقل فعالیت خود را متوقف کرده و کارکنان منطقه را ترک کردند. معاون فرماندار تایباد گفت از ساعت قبل خودروهای آتش نشان از ایستگاه های هرات و تایباد به محل اعزام شدند و مشغول خاموش کردن آتش هستند. رضایی تاکید کرد که تا این لحظه آتش هنوز مهار نشده و دود ناشی از آن تا شعاع 18 کیلومتری تایباد قابل رؤیت است. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050
از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. در حالی که احتمال حمله نظامی حکومت ایران و گروه‌های وابسته به آن به اسرائیل افزایش یافته، وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیر به منظور کاهش تنش در منطقه شده است. به گزارش رویترز، وزرای خارجه گروه 7 در این بیانیه که عصر یکشنبه منتشر شد، با یادآوری خطر گسترش دامنه تنش‌های منطقه‌ای از همه کشورهای درگیر خواست تا مانع از تداوم چرخه مخرب خشونت تلافی جویانه شده از افزایش تنش خودداری کنند و به طور سازنده در جهت کاهش آن مشارکت نمایند. در همین حال به گزارش اکسیوس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به وزرای خارجه گروه 7 اطلاع داده که حکومت ایران و حزب الله لبنان ممکن است که ظرف 24 ساعت آینده به اسرائیل حمله کنند. بلینکن همچنین به وزرای خارجه گروه 7 گفته است که افزایش توان نظامی آمریکا جنبه دفاعی دارد. اکسیوس از قول یک منبع نزدیک به وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که آمریکا پیش از کشته شدن هانیه، رهبر سیاسی حماس در تهران، تصور می‌کرد که رسیدن به توافق با ایران محتمل است. در بیانیه وزرای خارجه گروه 7 از نگرانی شدید درباره رخدادهای اخیر که می‌تواند بحران کنونی را به سراسر خاورمیانه گسترش بدهد یاد شده است. وزرای خارجه گروه 7 شامل بریتانیا، آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا و ژاپن به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید کردند که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه به سود هیچ کشور یا ملتی نخواهد بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید که کشورش در معرض جنگی چند جبهه‌ای با ایران و نیروهای نیابتی این کشور قرار گرفته است. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در حالی در نشست فوق‌العاده کابینه‌اش از یک جنگ قریب الوقوع چند جبهه‌ای با ایران سخن به میان آورد که بنا به آخرین گزارش‌ها متحدان غربی اسرائیل خود را برای دفاع این کشور در برابر حملاتی چند جانبه آماده می کنند. آسوشیتد پرس در گزارش اعلام کرد که ایالات متحده و متحدانش برای دفاع از اسرائیل در برابر تهاجم احتمالی ایران و نیروهای نیابتی این کشور که می تواند زمینه بروز یک درگیری منطقه‌ای ویرانگر را فراهم کند آماده می شوند. در همین راستا وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که در گفتگوی با همتای اسرائیلیش بار دیگر بر حمایت قاطع واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات ایران و متحدان منطقه این کشور تاکید کرده است. لوید آستن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن حمایت دوباره کشورش از توافق آتش بس در غزه که زمینه بازگشت گروگان‌ها را فراهم می‌کند یادآور شده که با یوآف گالانت همچنین در خصوص مواضع دفاعی نظامیان ایالات متحده تمرکز بر حفاظت از نیروهای آمریکایی و تاکید بر اهمیت تلاش‌های مداوم برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که وزیر اقتصاد در حکومت حماس را روز یکشنبه در باریکه غزه هدف حمله هوایی قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، عبدالفتاح الدرعی از مسئولان بخش تولید در یگانهای ضد انقسام شاخه نظامی حماس و مسئول اصلی مدیریت بازارهای مالی تحت کنترل گروه افراطی حماس بود که از طریق تبادل اطلاعات با سایر سازمانهای تروریستی در سراسر خاورمیانه برای افزایش قابلیت‌های تسلیحاتی حماس فعالیت می‌کرد. در ادامه بیانیه الدرعی، مسئول توزیع سوخت، گاز و تخصیص بودجه برای عملیات تروریستی معرفی شده است. به گزارش شبکه 14 تلویزیون اسرائیل، اطلاعاتی که سازمان اطلاعات نظامی ارتش و فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل در مورد مخفیگاه الزرعی گردآوری کرده بودند، به عملیات کشتن او کمک کرده است.
به گفته مقامات پزشکی حماس، دست کم 30 تن در جریان حمله روز یکشنبه اسرائیل به دو مدرسه در شهر غزه کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. رویترز با انتشار گزارشی در این خصوص به نقل از ارتش اسرائیل، هدف این حملات را مراکز فرماندهی شبه نظامیان حماس اعلام کرده که به ادعای نظامیان اسرائیلی در مدارس شهر غزه استقرار یافته بودند. از سوی دیگر مقامات فلسطینی همچنین از حمله هوایی اسرائیل به یک کمپ چادری در بیمارستانی واقع در مرکز غزه خبر دادند. این حملات که به گفته منابع پزشکی غزه در مجموع 44 کشته از جمله تعدادی قربانی کودک به جای گذاشت، یک روز بعد از پایان بدون نتیجه دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره صورت می‌گیرد. بعد از آنکه هزاران معترض از مقررات حکومت نظامی سرپیچی کرده و به اقامتگاه رسمی شیخ حسنه نخست وزیر بنگلادش حمله کردند، او بعد از 15 سال حکومت از مقام خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این خبر روز دوشنبه توسط مقامات نظامی و وزارت خارجه بنگلادش تایید شد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که شیخ حسنه با هلیکوپتر از اقامتگاه خود فرار کرده و خاک بنگلادش را ترک کرده است. یک شبکه تلویزیونی هند به نقل از مقامات نظامی گزارش داده که او وارد خاک هند شده است. گزارش حاکی است که هزاران تن روز دوشنبه بعد از هفته‌ها تظاهرات خشونت‌آمیز و درگیری با نیروهای امنیتی وارد اقامتگاه رسمی شیخ حسینه در داکا شدند. فرمانده ارتش بنگلادش بلافاصله اعلام کرد که بعد از استعفای نخست وزیر و فرار او از پایتخت، دولت موقت تشکیل خواهد داد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در میان انتقادهای فزاینده از سرکوب‌هایی که بعد از انتخابات مورد مناقشه هفته گذشته رخ داد، میگوید متحد شده که بنای مخالفان حکومتش را پودر کند و به نظامیان این کشور گفت که او هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد تا از انقلاب محافظت کند. مادورو می‌گوید که طی روزهای بعد از انتخابات 28 جولای بیش از 2000 تن دستگیر شدند، در حالی که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که حداقل 22 تن کشته شدند. روز یکشنبه 4 آگوست اتحادیه اروپا اعلام کرد که به شدت نگران افزایش شمار بازداشت‌های خودسرانه در ونزوئلا و آزار و اذیت مخالفان است. اتحادیه اروپا گفت که شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ادموندو گوندالس نامزد اپوزیسیون برنده انتخابات شده است. مادورو که مدعی است در انتخابات پیروز شده، روز یکشنبه در یک مراسم نظامی در کاراکاس انتقادها را بی‌پایه خواند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اوباشگری راست افراطی بعد از روزها اعتراض و آشوب و خشونت در این کشور را محکوم کرد و همزمان اعلام شد که نشست اضطراری کبرا برای واکنش به این خشونت‌ها در روز دوشنبه 15 مرداد تشکیل می‌شود. بعد از کشته شدن 3 دختر در حمله با چاقو در یک کلاس رقص کودکان در ساوت‌پورت، اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرها و مناطق مختلف سراسر بریتانیا علیه خارجی‌ها و مهاجران آغاز شد. نخست وزیر بریتانیا در واکنش به این خشونت‌ها در بیانیه‌ای گفت: من قویاً اوباشگری راست افراطی را محکوم می‌کنم و افزود که این خشونت تبهکارانه است، نه اعتراض مشروع. استارمر تاکید کرد: شک نکنید کسانی که در این خشونت‌ها دست داشتند با برخورد کامل قانون مواجه خواهند شد. دفتر نخست وزیری قرار است که بامداد دوشنبه نشست ویژه کبرا را برگزار کند که گزارش‌های وزیران کابینه، پلیس، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سایر افراد مسئول در ارتباط با این خشونت‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. نازنین هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان حیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional.
He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. بازارهای بورس اصلی در سراسر جهان امروز دوشنبه 15 مرداد در پی بروز این نگرانی که اقتصاد آمریکا با رکود مواجه خواهد شد، سقوطی قابل توجه را در ارزش سهام تجربه کردند. در ساعات آغازین معاملات در روز دوشنبه شاخص فوتسی 100 در بریتانیا بیش از 2% افت کرد و فوتسی 250 سقوطی بیش از 3% را تجربه کرد. همزمان دیگر بازارهای بورس در اروپا از جمله در پرتغال، اسپانیا، فرانسه و آلمان هم افتی مشابه را تجربه کردند. اما سقوط در این بازارها ادامه سقوطی شدیدتر در بازارهای بورس آسیا بود که چند ساعتی پیشتر کار خود را آغاز کرده بودند. همزمان کارشناسان پیش بینی می کنند که تا ساعتی دیگر بازار بورس نیویورک هم طعم این سقوط را خواهد چشید. در پایان روز دوشنبه در ژاپن شاخص نیکی بیش از 12% سقوط را نشان داد که به گفته تحلیلگران بزرگترین کاهش ارزش سهام در این بازار از سال 1987 تا کنون به شمار می رود. از سوی دیگر مشخص نبودن زمان و شدت حمله احتمالی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل بازارهای مالی ایران را در وضعیت تعلیق نگه داشته است. در بازار ارز قیمت دلار در پی کشش شدن هانیه در تهران بار دیگر صعودی شد و تا مرز 63000 تومان افزایش پیدا کرد. تحلیلگران معتقدند که قیمت ارز تا یه هفته های آینده شیب سعودی خواهد گرفت و طبق پیشبینی های سال 1402 تا پاییز سال جاری به سمت 70000 تومان حرکت خواهد کرد. آبراهام پونشیبال، هنرمند ژاگر فرانسوی، همزمان با المپیک 10 روز را در یک بطری شفاف روی آب و در انظار عمومی گذراند.
موضوع این اجرای او حریم خصوصی و انزوا در پس‌زمینه بزرگترین رویداد ورزشی جهان بود. ابراهام که 53 ساله است گفته بود که دوره زندگی در نوعی ظرف زمان معلقی است که در تضاد با ضرب آهنگ تند المپیک قرار می‌گیرد. وی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مردم زندگیشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند گفته بود که می‌خواهد با این کار چگونگی زندگی در عین آگاهی از همیشه تحت نظر بودن را درک کند. این هنرمند اجرایی اجراهایی از این دست کم نداشته. از جمله 10 سال پیش 13 روز داخل یک خرس تاکسیدرمی شده زندگی کرد و سال 2017 هم خود را در یک صخره مانند غول‌پیکر محبوس کرد. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی.